سالی که گذشت سال قیام بود و سال اشرف، و سالی که آغاز کرده ایم سال پیشروی به سوی برقراری آزادی و حاکمیت مردم است. قیام ها که آخوندها میخواستند سرکوب و مهارش کنند، راه و رسم اشرف را در پیش گرفت، و اشرف که میخواستند نابودش کنند، مشعل روشنایی بخش قیام ها شد. سالی که گذشت با خیزش چهارشنبه سوری پایان پرشراره‌ای داشت. یک درس فراموش نشدنی به رژیم و ولی فقیهش که فتوای رسوایش علیه چهارشنبه سوری در آتش سوخت. باند مغلوب رژیم هم که مردم رو از شرکت در چهارشنبه سوری منع می‌کردند، به نظر می‌رسه که پاسخ مناسبی دریافت کردند. و این است نهایت جبهه سازش و تسلیم، یعنی دفاع از قانون اساسی ولایت فقیه در داخل ایران و همچنین مخالفت با سیاست قاطعیت و تحریم علیه رژیم در خارج کشور. پس خوشا جبهه قیام و مقاومت که تا برقراری آزادی و حاکمیت مردم از پا نخواهد نشست. سالی که گذشت برای ما و مردممون سال اشک‌ها و داغ‌های بسیار بود. به خاطر 11 شهید اشرفی و به خاطر صدها اشرف نشان دیگه که در قیام برای آزادی جان باختند. شهدایی چون ندا، سهرا، کیانوش و حنیف و سیاوش و بسیار شهدای دیگه که الان فرصت نام بردن از تک تک نیست. اما در این حال سالی بود پر از شور و شادی و امید برآمده از شجاعت و قهرمانی مردمی که در برابر سرکوب و دجالیت به بخواستند. سالی که گذشت سال در هم شکستگی رژیم ولایت فقیه بود. خامنه‌ای می‌خواست ادای دموکراسی در بیاره و همزمان پاسدار و مشتش رو از انتخابات تقلبی 40 میلیونی بیرون بکشه، اون هم یک زر رئیس جمهور. البته به همه این تمع‌ورزی ها مبادرت کرد و دست یازید، اما رژیمش رو از فرق سر تا نوک پا از هم شکافت. این چنین دریای خروشان نارضایتی ها مجال فوران پیدا کرد و در سراسر سال گذشته بهاری از پی بهاری دیگر خلق شد. حالا ولی فقیه تقلا میکنه و دست و پا میزنه تا شاید با سپاه پاسداران و تشکیمانش جامعه رو مرعوب کنه و قیام ها رو فرو بنشاند. اما این آب در هاون سودن است و باد در قربان بیختن، و ما به او میگوییم منتظر باش تا تند باد بهاری نظام و دودمانت را برباد دهد.